سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و تشکر میکنم از مردم که انقدر لطف دارن به ما و سریال زنده باشید. در خدمتتون هستم. از این پشت شیشه شما نگاه میکردم با آقای اکبری و آقای حمزکی سوام که میخندیدی، چرا؟ حال میکردم. آخه مرسی. اولا که خیلی سخت تر از دلنوازان بود برای من. یعنی اگه دلنوازان ما اولش یه ذره راحت تر کارو شروع کردیم، بعد آخرش یه ماه آخر سخت بود، فاصله ها از روز اول سخت بود. یعنی ما از روز اول، از اول اسفند 12 ساعت در روز حداقل کار میکرد و این رویه ادامه داشت تا همین 2 روز پیش. تمام شد فیلم بعدی؟ بله. اونطور که میخواستی کار از آب در اومد؟ بالا اولش یه ذره ریتم کار کند بود، آقای سولیزاده هم به این امر واقف بودن، ولی خدا رو شکر از بعد از قسمت 10 اون اتفاقی که قرار بود بیفته افتاد و هممون خوشحال شدیم، یه مقداری خستگیمون در رفت، با انرژی بیشتری ادامه کارو فیلم برداری کرد. نسبت به شخصیت سعید از قبل آشنایی داشتی؟ تونسته بودی اونو خیلی خوب درک بکنی؟ ببینید سعید، اگه یه خورده هممون فکر کنیم، در گذشته زندگیمون برامون اتفاق افتاده که اشتباهاتی رو مرتکب بشیم از روی سادگی و همه عالم آدم به ما بگن که آقا تو داری اشتباه میکنی و ما بیایم هی بخوایم یه جوری به خودمون ثابت کنیم که نه، کارمون درسته و تا جایی که میتونیم مقاومت کنیم و اون اشتباه رو ادامه بدیم. من میدونم سعید نقشش خیلی ساده است، خیلی ضریب هوشیش به نسبت شخصیت بهزاد در دلنوازان پایین تره، خیلی آدم بلا تکلیف تریه، اصلا مثل بهزاد مدیریت نمیکنه زندگی و اطرافش رو، ولی فکر میکنم هممون یه بار در گذشته یه همچین اتفاقایی مشابه برامون افتاده و هی سعی میکردیم به خودمون ثابت کنیم که نه، اشتباه نیست، کارم درسته. ولی در نهایت من به همه میگفتم که کاراکتر سعید تکراری، همه گفتن نه. خب اما الان از خودت میپرسم، یه سوال من میپرسم. آره، کاراکتر سعید تکراری بود، نقش مشابه بهزاد بود. آره. هر دو با والدین درگیر. آره. بودن هر دو، داستانش عاشقیشون خیلی مشابه بود، هر دو اسیر دختری میشن که در نهایت آیا در اجرا هم شباهت بود؟ یعنی چی؟ یعنی دو تا کاراکتر مشابه نحوه بازی کردن؟ آره دقیقاً. خب قاعدتا نه، ولی ببینید یک سوالی که من از خانم کاویانی پرسیدم، گفتن که لحاظ مثلا اتفاقاتی که مربوط به هنر میشه اینطور نبوده، دلایل منطقی هم آوردن. اما آیا همه ما میتونیم اون بحث آرت قضیه، بحث هنر قضیه رو درک بکنیم، یا برای من مخاطب عادی فقط نوع گفتار تو، نوع شخصیت تو توی فیلم مهمه؟ میخوام بگم بعضی از مخاطبان مثل خود من احساس کردم که وای باز شاهرخ استخری داره عاشق میشه خیلی کورکورانه، این که شبیه همون سریال است، این که باز دوباره به هم نمیرسن، این که باز دوباره با خانوادهش مشکل داره. میخوام بگم که آقا هدف شما از این کار چی بوده؟ مخاطبم دیگه حق دارم بپرسم. دقیقاً، من یکی از انگیزه هام از همون روز اول که با وسایل زاده صحبت میکردیم، ایشون شرط حضور من در این کار این بود که این نقش به طرز به شدت متفاوتی اجرا بشه. و صحبت هایی که با من کردن که بهزاد یه شخصیت درونگرا بود، حالا سعید یه شخصیت کاملا بیرونیه، 6-7 سال سنش پایین تره، ضریب هوشیش کم تره. یعنی چی ضریب هوشیش آدمه... کم تره؟ ببینید من به این چیزا فکر میکنم تو نقشی که بازی میکنم، ضریب هوشی سعید از بهزاد پایین تره. چرا خودت مقایسه من در اجرابش دقت کرد؟ خودت چرا این دوتا رو با هم مقایسه میکنی؟ برای اینکه میخوام تفاوت هایی که در اجرا بوده رو بگم. آها. اینکه سن و سالش پایین‌تر بوده. ببینید بازی کردن نقشی که از خود من 8-9 سال کوچیک‌تره، از بهزاد 6-7 سال کوچیک‌تره، یه نقش جوان‌تر با انرژی‌تر سخت‌تر از یه نقش سن بالاتره. نقش مسن‌تر تو باید میزان انرژی تو کم کنی برای اینکه به اون نزدیک بشی، ولی اینجا باید هیجان تو بیشتر کنی، شور تو. سعید یه شخصیتیه که احساساتشو به شدت زود بروز میده، ناراحتیشو سریع می‌فهمی و خوشحالیشو همینطور. صاف و ساده‌تره. دروغش انقدر روئه که یه دروغ کوچیکو انقدر بد میگه که همه مخاطبا، پدر، همه میفهمن. و دقیقاً انگیزم این بود که نقش مشابه رو تمام تلاشم بکنم که متفاوت انجام بدیم. اولا که من مابعضای تمام شخصیت‌های فیلمنامه رو بیرون میبینم، تعدادی کمتر، بعضیا بیشتر. و میگم راجب سعید یه وقتایی هستش که خب همه در اون لحظه به خصوص تو بحران سعید نیستن، که اگه بخوام من خودم به شخص فکر کنم
شاید در لولی کمتر، کوچیکتر، در گذشته این اتفاق برای من 10-12 سال پیش شاید افتاده باشه مشابه. حالا نه به این شدت، نه به این موقعیتی که الان توی سریال فاصله. بپرسم چند سالته جواب میدی یا نپرسم؟ چرا جواب نمیدم؟ چند سالته؟ من 14 مهر 1359. جدی؟ اصلا بهت نمیاد. انشاءالله خیلی جواب میدی. خب اون که تخته نبود. شیشه است. حالا باید لو بدیم؟ اشکال نداره. ما 10 قسمت مردم میگیم این تخته است. حالا یه قسمت اومدی گفتی شیشه است لو رفت. خب چی بود صحبت؟ پلاتوات هم یادت میره صرف این بردار اینجوری؟ نه آقا از ما راضی بودیم. مگه میشه نباشی؟ عرضم به حضور شما که شاهرخ به نظرم یک استعداد خیلی خیلی خوبه. من شایدم خیلی دوستش دارین. فوق العاده زیاد دوستش دارم به خاطر اینکه بسیار بچه مستعدیه از نظر کاری و مهمتر از اینکه بسیار بچه خوبی در پشت صحنه. یعنی بسیار سالم و من دو تا کاری که پارسال دلنوازان و امسال فاصله ها رو باش انجام دادم خیلی ازش راضیم. بسیار بچه حرفشنویه و روابطش هم روابط پشت صحنه‌ش هم بسیار سالم. برای نزدیکتر شدن به نقشت سعید چی کار کردی؟ من به شخصه همون ابتدای کار کمک آقای سهیلی زاده بود و یه توضیح بزرگی که به من دادن و شد سرلوحه کار من در واقع این بود که بهزاد یه شخصیت درونگرا بود و این یه شخصیت بیرونیه به شدت و میگم 50 شب حفظ راکورد یه نقشی که از خودم خیلی فاصله داشت به نسبت بهزاد سخت بود. من انرژی که برای این کار گذاشتم خیلی بیشتر از دلنوازان بود. امیدوارم که مردم دوست داشته باشه. شخصیت واقعی خودت چقدر نزدیک بهزاد و سعید؟ یه ذره تفاوت سن و سالیه، میدونی چی میگم؟ شاید منم این شعور یه روزی داشتم تو زندگیم، ولی مطمئنم انقدر احمق نبودم هیچ وقت. ولی واقعا یکی از تفاوت‌های عمدهش همین سن و ساله و اینکه من به شدت آدم خونسردیم و این اکتای شدید بیرونی زیاد ازم سر نمیزن.